بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الله عز وجل در سوره نحل بزرگ بودن قرآن کریم و به شمولیت قرآن کریم اشاره کرده میگوید که و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وما برای تو قرآن را نازل کردیم، تبیانا لکل شیء، این قرآن بیان کننده تمام چیز می باشد و هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است. و ابو ذر غفاری رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیان کرده گفتم که ما ترک رسول الله صلی الله علیه و سلم شیئا ولا طائر یطیر بجناحیه الا ذکر لنا منه علما. رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی را نگذاشتند، چیزی نماند، حتی آن پرنده ای که در هوا قنات می زند در باره آن برای ما علم ذکر کردم. و از جمله علم هایی که الله عز و جل خود آن را از بالای هفت قبر آسمان بیان کرد و رسول الله صلی الله علیه وسلم برای این علم ترغیب کردند و حتی امر کردم که ما آن علم را تعلیم گیریم. در حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند تعلموا القرآن و علموه الناس، شما قرآن را تعلیم گیرید و آن را برای مردم برای فرزندان خود تعلیم دهید. و تعلم الفرائض و علموها الناس، و شما علم میراث تعلیم گیرید و علم میراث به فرزندان خود تعلیم دهید. فإنی امرؤ مقبوض، زیرا که من شخصی هستم که مقبوض زود است که از این دنیا میگذرم. وقتی که اجلی که الله عز و جل برای من نوشته است اگر آید من نیز از این دنیا میگذرم. بنابراین شما علم میراث تعلیم گیرید و این علم میراث و این را خوب بدانید که به ان العلم یقبض، علم از دنیا برداشته میشود، یعنی علم از دنیا برداشته میشود. چه خیلی که در حدیث عمرو بن العاص می آید در دنیا علم نمی ماند، سپس یختلف الاثنان، دو نفر جدال می کنند، کشمکشی می کنند، فلا یجدان من یفصل بینهما. در باره میراث، وقتی که پدرش از دنیا می گذرد
یا مادرش از دنیا میگذرد، دو برادر با همدیگر جنگ و جدال میکنند، یک انسان نمییابند که بین آنها موافق گفتی خدای گفتی پیغمبر میراثش تقسیم دارد. بنابراین شما علم میراث تعلیم گیرید گفتم. و در حدیث ابو هریره رضی الله عنه آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند که یا ابا هریره تعلم الفرائض و علموها الناس. ای ابو هریره، علم میراث را تعلیم گیرید و آن را به مردم تعلیم دهید، لانه زیرا که علم میراث گفتم اول ما یفقد فی الارض، اولین علمی که از زمین برداشته می شود این علم میراث است. اصلا سبب برداشته شوی علم ها و طریقی برداشته شوی علم ها در حدیث عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنهما آمده است، چه خیلی که امام بخاری و امام مسلم رحمت الله علیهما در صحیح این را ذکر کردند که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند این الله لا یحمل العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد. الله تعالی علم را از بندگان از دلاشان نمیگیرد، یعنی الله تعالی از روی زمین علم برداشتنی شود از دل بنده ها علم نمیگیرد، طریقش این طور نیست. ولكن بقبض العلماء، لیکن علم اگر الله تعالی گرفته می شود با قبض روح علماء میگیرد. عالم ها که از دنیا گذشتند دیگر علم برداشته می شود، فسئلوا سپس دیگر آدم ها اتخذ الناس رؤوسا جهالا، مردم برای خود سرداران بی سواد سردار میگیرند، شخصان بی سواد به علم برای خود آنها را عالم برای خود پیر و استاد میگیرند، فسئلوا سپس آنها پرسیده می شود، مردم سوال می دهد، فضلوا و اضلوا، در این حال آنها خداشان گمراه می شود و دیگرها را نیز گمراه می کنند. خداشان گمراه می شود وقتی که از نام خدا و پیغمبر چیزی که خدا نگفته است پیغمبر نگفته است اینه می رسانند، و مردم را گمراه می کنند وقتی که چیزی باطل بوده می رسانند به مردم. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترغیب کردن برای تعلیم گرفتن علم، و این را به قبض علما و گرفتن روح عالما الله عز و جل علم را از این دنیا میگیرد گفتند. حتی وقتی که زید بن ثابت رضی الله عنه، این کس شخصی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند که و افرادهم زیدون و از همه در امت ما به علم فرائض به علم میراث داناترین شخص این زید بن ثابت رضی الله عنه میباشد بودم، یعنی زید بن ثابت از همه به علم فرائض عالمترین صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. وقتی که زید بن ثابت از دنیا گذشت، ابو هریره رضی الله عنه گفتند که الیوم دخل الناس علما کثیرا، امروز مردم علم بسیاری را دفن کردند، یعنی علم بسیاری را برده به خواب سپاریدند. زید بن ثابت را در نظر می داشتند. و علم فرائض، علم میراث، این اولین علمی که از زمین برداشته می شود. حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تنگی لا یکاد یجد احدا، یکان کس در دنیا نمی‌یابد که علم میراث داند، حتی یفصل بین اثنین، بین دو آدم وقتی که جنگ و جدال دارد، بین دو انسان یکان شخص نمی‌یابد که میراثشون با عدالت با موافق شریعت تقسیم کرده باشد. بأن هذا العلم مشهور بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. این علم میراث میگویند که امام رحمی در بین عالم ها مشهور شده است که اولین علمی که
در بین زمین گم میشه و دور کرده میشه، این علم میراث که مردم علم میراث را نمییابند. بنابراین یکی از نشانه های آخر زمان این در بین مردم نبودن آنهایی که علم میراث را نمیدانند. و درباره میراث بسیار مثلا باید آیات های قرآن نازل شده است، حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شده است و کدام انسانی که علم قرآن را که از خود کرد بعد علم میراث اگر فهمد و آن را حفظ کند الله عز و جل مرتبه او را بالا می‌دارد. و حتی عالم های زمان گذشته عیب می‌کردن آن قاری قرآن اینکه علم میراث را نمی‌داند. در صحیح مسلم آمده است که حارث بن نافع خزاعی رحمت الله رضی الله عنه وقتی که امیر شهر مکه بود حضرت عمر رضی الله عنه را امیر گذاشته بودند، در وادی عصفان همراهی عمر را می‌خورد و حضرت عمر می‌پرسند که من استخلفت تو به شهر مکه کیا امیر گذاشتی، جانشین گذاشتی؟ گفت که ابن عبز مولا لنا، ابن عبزا گفت که یک غلام امیر شهر مکه کرده مولام، خلیفه مولام جای خود برد. حضرت عمر غضب کردن که استخلفت مولا تو به مکه یک غلام رئیس شهر کردی، امیر کردی، برای که غلام زمان غلامداری که بود با اجرای علما پادشاه شده نمیتواند یا رئیس شهر شده نمیتواند، عموماً سرداری ولایت به دست او داده نمیشه چون که خودش غلام است. وقتی که حضرت عمر این را ملامت کردن گفت که یا رسول الله این یا امیر المؤمنین انه عالم بکتاب الله، انه قارئ لکتاب الله، عالم بالفرائض. یا امیر المؤمنین وای ابن عبزا اگرچه مولا باشد، اگرچه غلام باشد، وای قاری قرآن است و عالم فرائض است، علم میراث را میداند. سپس حضرت عمر گفتند که خلاص، گفتند رسول الله صلی الله علیه وسلم که ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما و یضع بها آخرین، الله عز و جل به این قرآن بعضی انسان‌های مرتبش بالا می‌بردارد، بعضی انسان‌های مرتبش پایان می‌کنند. حقیقت گفته دیگر ملامت نکردند. بنابراین علم میراث تعلیم گرفتنش فرض کفایه است. اگر از بین شهر یکم انسان علم میراث تعلیم نگیرد تمام اهل شهر گناهگار می‌شوند. برای آنکه ندانستن علم میراث حتی و قتل رسانیدن برادر با برادر بود می رساند و سیله رحم خیشاوندی برای کنده شدن بود می رساند. چقدر انسان ها یا برادر و خواهران از میراث پدر و مادر یعنی جنگ و جدال می کنند بعد وفات آنها و با همین تا آخر حیات خود با هم دیگر ناگفی هستند. همه این به سبب نبودن علم میراث، به سبب نبودن شخصیت هایی که موافق شریعت اسلام علم میراث را تقسیم کرده میتواند. و این مقصد از علم میراث، موضوع علم میراث این تقسیمات تریکات شخصی میلی. وقتی که یک انسان از دنیا میگذرد آن مال و ملکی که از او باقی میماند وظیفه علم میراث، معنا و محتوا و موضوع علم میراث این تقسیمات کردن و رسانیدن حق به صاحبان حق، هر یک حقدار و حق خودش رسانیدن است که الله عزوجل از بالای هفت قدم آسمان تقسیمات میراث را به ذمه خود گرفته است. در سوره نساء میگوید که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، الله عز و جل شما را وصیت میکند. این وصیت الله تعالی است، وصیت یکم انسان نیست یا وصیت پیغمبر نیست، وصیت فرشته نیست، وصیت الله جل جلاله است. یوصیکم الله فی
اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الله تعالى قدر مولانا وصيت میکنه دلالت میکنه که بنده از همه مهربانترین زوجی الله تعالى از نه پدر و مادر برای آنکه الله تعالى پدر و مادر وصیت میکنه که فرزنداش را یوصیکم الله فی اولادکم و فرزندان را وصیت میکنه الله تعالى للذکر مثل حظ الانثیین. برای مرد دو برابری دختران تقسیم کرده شود، یعنی اگر یک انسان یک دختر و دو پسر داشته باشد، 5000 اگر پول داشته باشد، دو پسرش 2000 میگیرد و دخترش 1000 میگیرد. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که فإنه نصف العلم، شما علم میراث را تعلیم گیرید، زیرا که علم میراث نصف علم است. برای چی نصف علم؟ برای آنکه ابن عیینه رحمت الله علیه میگوید که لأن الناس كلهم مبتلى بهم، زیرا که تمام مردم مسئله های میراث را گرفتار میشن. یگان انسانی است که از دنیا نگذرد، وقتی که از دنیا گذشت یا میراث گذار میماند، یا اینکه یگان نزدیکش اگر از دنیا گذرد باید میراث گیرد، یا میراث میگیرد یا میراث ترک کرده میرود. لیکن بعض عبادت ها هست که شاید انسان در حیاتش با آن محتاج بشود، مانند مثلا حج. بعض انسان ها از دنیا حج نکرده میگذرد، برای اون مسئله های حج شاید لازم نمیشود. یا بعض انسان ها کمبله است، برای اون مسئله های زکات حاجت ندارد. یا بعض انسان ها با زنش معامله خوب دارد، طلاق نمیدهد، مثلا مسئله طلاق با حاجت ندارد. لیکن مسئله میراث همه برای این گرفتار می شود. و یک سببی که این میراث نیست فیلو گفتن پیغمبر صلی الله علیه وسلم، معناش این است که نیم علمی که ما به شما تعلیم می گیریم تا حیات ما لازم است. وقتی که زنده هستیم علمی تهارت، علمی نماز، علمی خرید و فروش، علمی معاملات، علمی دیگر و دیگر علمها برای ما در حیات ما محتاج است. لیکن از آن روزی که وفات کردیم یا اینکه جان ما به یعنی وقتی عجب رسید، وقتی وصیت می شود و وقتی نصیحت می شود، از آن ساعت بعد مردن اعتبارا علاقه علم میراث ما محتاج می شود. بیان بریم نصف علم گفتم. و این علم میراث بسیار علم نازک است. حتی شخصی که اگر علم میراث و تعلیم گرفته باشد، اگر با علم میراث و با تکرار نکند از خاطر فراموش کند. علم میراث علمی که به حساب و کتاب، به دانشی یعنی حساب به نهایت احتیاج دارد. و رکنهای میراث این سه نفر می باشند: مورث، وارث و شیعون مورث. شخصی که میراث گذارنده است، یعنی شخصی میت. دومین شخص شخصی میراث گیرنده. سومین چیز چیزی که میراث گذاشته می شود، یعنی از شخصی مرده می ماند. این چیزها ارکان میراث می باشد. و سبب میراث سه چیز می باشد: کی از کی میراث می گیرد. میراث با سه علاقمندی، سه چیزی هست که انسان با شخص میت پیوست می کند. انا همین سه چیز که انسان می تواند میراث گیرد. اسباب میراث الورا ثلاثه، کل یفید ربه الوراثه، و هی نکاح و ولد و نسب. اسباب میراث این سه چیز است: نکاح، یک انسان بیگانه است از یک زن، لیکن با برابر عقد نکاح، اگر بعد عقد نکاح یا زن وفات کند یا مرد وفات کند، آنها از همدیگر میراث میگیرند به سبب نکاح، به سبب خداگی. دومینش نسب، کدام انسانی که با میت علاقمندی نسبی داشته باشد، خویشاوندی باشد، او نیز از آن میراث میگیرد. که خیلی که اینجا در پایان بیان میکنیم، میراث گیرنده از مردها و میراث گیرنده از زنها. و
این چنین یکی از سببهای میراث این ولا، ولا به معنای غلام آزاد کنی که زمانه غلامداری بود، کسی که اگر غلام آزاد کند انا همون غلامی که آزاد شد اگر از دنیا گذرد شخصی آزاد کردگی میراثش میگیرد، اگر که وی پدر و مادر و خویشاوندان نداشته باشد. بعضی غلام ها مثلا از این منطقه خریده به دیگر منطقه در دور غلام فروشی برده فروخته میشد، انا همون غلام را خرید مثلا آزاد کرد، وقتی که از دنیا غلام گذشت و یکون دیگر نسب ندارد، خویشاوند ندارد و میراثش شخصی آزاد کردگی میگیرد، یعنی به سبب آزادی کردگیش حتی نسب این به نسب این نسبت داره میشود. برای اینکه این هم خود دیگر انسان از حیات غلامداری به حیات آزادی وقتی که برابر مانند پدر یعنی قدر و قیمت دارد. این سه سببی است که به سبب پیدا شدن همین سه سبب انسان میراث میگیرد و از همین سه نفری که اینها میراث میگیرند، بعض ممنوعیت هست که اگر همون ممنوعیت اجرا شود آنها میراث نمیگیرند. و یمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رفق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشكل كاليقين. سه چیز مانعیت میراث میشود، اگر چندی که پدری خوب باشد و میراثش نمیگیرد، اگر سه ده همین چیزی مانعیت باشد. یکمش و یمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رفق. اگر مثلا فرزندش غلام باشد، پدرش آزاد باشد، این حالتند غلام از آزاد میراث نمیگیرد. و قتل، اگر فرزند پدرش به قتل رسانیده باشد، از پدرش میراث نمیگیرد. برای چی؟ برای آنکه گویا که این پدرش به هلاکت رسانی تا اینکه تیزتر میراثش گیرد. شریعت اسلام کدام انسانی که یک قصد باطل داشته باشد ضد نیتش کار میکند. حتی میگویم که اگر قتل خطا باشد، قتل ناگهانی، قتل خطاگی، مثلا واسطه زد و خورد در مثلا ماشینی، در رفت زدن ماشین، حتی با وفات رسد پدرش، مثلا راننده پسر باشد، از پدر میراث نمیخورد میگویم. که احتمالی، یعنی به قتل رسانیدنی پدرش است برای قاتل شدن به میراثش. چین چیزای غریب میشمارد شاید یکان انسان، لیکن این در تاریخ چقدر انسان ها پدرهای خود به قتل رسانیدن یا برادرهای خود به قتل رسانیدن تا اینکه میراثش میگیرن. شریعت اینها رو میراث نمیدهند، برای اونکه به ضد مقصد اینها یعنی عمل میکنن. کدام انسانی که سبب وفات یک نزدیک خود شده باشد و از میراثش از روی شریعت محروم کرده میشد. رفق و قتل و اختلاف دینی، اختلاف دین، دین پدر و دین پسر دیگر در این حالت میراث نمیگیرد. اگر پدرش مؤمن باشد مثلا، فرزندش مسلمان باشد میراث نمیگیرد. یا اینکه اگر پسرش مؤمن باشد و پدرش یعنی مسلمان باشد، پدرش از دنیا گذرد، فرزندی فالدن و سهرگارو مثلا چه یا نصران میشونده که باشد یا دیگر دینه قبول کرده که باشد یا دیگر دین باشد و این میراث داشته نمیشود. اختلاف دین سبب حرمت میراث میشه، یعنی از میراث محروم میشه. حتی یهودی اگر یک برادر یهودی باشد یک برادری دیگرش نصرانی باشد، از هم دیگر میراث نمیگیرند. الله عز و جل در قرآن کریم میگوید که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله تعالی شما را وصیت میکند که به فرزندان خود میراث تقسیم کنید، به پسرهایتان دو چندی آن چیزی که به دخترهایتان میدهید. بعضی آنهایی که ضد به شریعت اسلام ضدیت نشان میدهند میگویند که شریعت اسلام به زن ظلم میکند که به زن نصف میراث مرد را میدهد. پیش از نزول قرآن کریم، پیش از آمدن دین مقدس اسلام، مردم به زن ذره میراث نمیدادند، چه خیلی که در زمانه ما نیز بعضی ها به زن میراث نمیدهند. دختر به میراث پدر حق ندارد، یعنی همین خیلی بود در زمانه پیش از اسلام. دین ما حتی
اگر یک انسان وفات کند، زن همون انسان خیشواندان شوهر همچون ما میراث میگرفتند. اگر خواهم خداشون خاندار میشدم، اگر خواهم به دیگر کس به شوهر میدادم، اگر نخواهم در خانه خود همچون خدمتگار استفاده میبردم، همچون میراث زن شخصی وفات کرده است تقسیم کرده میشد به خیشواندان شوهر. پدر و مادر دختر، پدر و مادر زن به زن حق و حقوق نداشت در زمان جاهلیت. آنها زن را نیز همچون مال میراث میگرفتند که خداوند کریم گفت که یا ایها الذین آمنوا، ای آنهایی که ایمان آورده، لا ترثوا النساء کرها، شما زنهای میراث نگیرید همچون مجبور کرده. یعنی زن میراث گرفتن حق نداره، زن آزاد است. گفته شریعت اسلام به زن نصفی آن چیزی که به مرد میدهد میراث داد. اهل جاهلیت میراث نمیدادن به زن، شریعت اسلام نیمی یعنی مال را داد. نه در زمانه ما به زنها به دخترها میراث نمیدهند مردم، فقط حتی همون فرزند خورده میگرفتند میراث. که این ظلم است، این به نهایت ظلم کلام است. الله عزوجل در آخر آیه که تلک حدود الله، این گفت حدود خدا، سرحدهایی که خدا گذاشته است اینه، یعنی ایجلی میراث وقتی که تقسیماتش رو بیان کرد، اینه تقسیمات میراث الله تعالی نه پیغمبر سپرده نه فرشته، خودش تقسیم کرد از بالای هفت بر آسمان. بنابراین کدام انسانی که و من یعش الله و رسوله، کدام انسانی که خدای گناهداری کند، پیغمبر گناهداری کند، موافق شریعت اسلام میراثش اگر تقسیم نکند، یدخل النار، دوزخ را میدارد، خالدین فیها ابدا، در آنجا ابدی میماند. رو در سوره نساء و رسول الله صلی الله علیه وسلم چیکاره که در سنن سعید بن منصور آمده است، من قطع میراثا قطع الله میراثه من الجنه، کدام انسانی که میراث یک انسان برد حقش ندهد، الله تعالی میراث وی از جنت برده میکند، یعنی نصیبش از جنت برده میکند. کدام انسانی که میراث صاحب حق حقش ندهد. بنابراین این به نهایت ندانستن و عمل نکردن موافق شریعت در مسئله میراث بسیار این بسیار ظلم بزرگ و گناه کبیره است. الله عزوجل از عدالتیش عجیب، کدام انسانی که شریعت اسلام است. بنابراین بیکار الله عزوجل نگفت که انما یخشى الله من عباده العلماء، البته در بین بنده ها خداترسترین انسان ها عالمان هستند. هر یک آیت شاید انسان ها خواب هستند، در نیمای شب یک آیت می خواند یا یک حدیث می خواند، به بزرگی شریعت هر روز ایمانش اضافه می شود. که شریعت چیزهای نوزوک، چیزهای خردکک هم مهمه به اعتبار میفته. برای چی زن به نیم میراث مرد داد؟ وقتی که پدر اگر از دنیا گذارد یا پدر به سرش اگر مصیبت فراید، یا پدر اگر به سرش اگر درد و مشقت فراید، آن مشقت و نفقاتی که تقسیم میشد پسرها میشد، دختر به تقسیم نمیشد. شریعت فرزندان ما یا اینکه خویشاوندان همون مرد میگوید که اهمیت یاردن کنید، حتی قتل خطا میگوید در شریعت، یعنی قتل ناگهانی، یک انسان قصدن نیم ناگهانی به قتل رسانید، یا به ماشین زد یا نخواسته ایستاده، یعنی قصدن نیم به قتل رسانید ناگهانی، یعنی ندانسته. در این حالت دیگر برزمه خیشاوندان همین مرد بار کرده می شود، برزمه خیشاوندان آنهایی که آینده میراث همین می خورند، برزمه همین و برزمه زنها تقسیم کرده می شود. میراث برزمه مردهایی که آینده اگر این مرد بخواد کند میراثش که می خواهد کنید که تمام آنها تقسیم کرده می شود. همون شگر همه چیز میزان ترازوی عدالت که می گذاشته می اینجا رفته که ضرور شود می گیرد و وقتی که در روش هم با دادن با امر میکنند. بنابراین این شریعت الیف لام را کتاب احکمه من لدن حکیم خبیر ثم فصلت من لدن حکیم خبیر،
این شریعت عجایب شریعته، حتی انسان در باره دی و قصاص و دیگر چیزها میخواند، هر یک چیز شریعت و تفصیل بیان کرده است. مثلا سر انسان، یک انسان کفامد، پوستی اول کفت چی جریم است، دویومی قبط پوست اگر کفت چی جریم است، سیومی قبط تپید گوشتش نمود چی، یک دندان به چقدر جریم است، دو دندان به چقدر جریم است. حتی لب اگر بوده شود، اگر لب شیران کسی دورار دگر، اجایبی شریعت همین خیل با دقیقانه گذاشته که از لب بعضی حرف ها نمیر براید بودیم. حرف عین ها، بعضی حرف ها بی رستی لب یعنی اجرا میشه. لب نباشدن همون حرف ها اجرا میشن. اینا برای حقوقش کمتر پایان کرده. با از جهت زیبایی حقوقش بالا کرده که لب وقتی که بریده میشود یعنی شکل انسان بیزه. همون شریعت اسلام با دقت گذاشته. بنابراین باید اعتراف به شریعت اسلام در یکم حکم شریعت باید کرده نشود که الله عز و جل وقتی که این حکم ها را میموند در آخرش میگوید که این الله علیم و حکیم، الله تعالی علیم است، دانا است، حکیم. هر یک چیز جای خودش را میموند، جای خود خودش را به یکم ظلم، یکم انسان را ظلم نکرده جای خود را میموند. بنابراین یعنی الباری کنم من الرجال میراث مونده از مردها ده نفر هستند انشاءالله دیگر جمعه ها بیان میکنیم، میراث مونده از زنها هفت نفر هستند، شریعت اسلام برای اینها تقسیم کرده است و در کتاب خدا در قرآن کریم شش شهر شش گروه انسان ها الله تعالی میراث تقسیم میکنند. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگوید که الحق الفرائض به اهلها، میراث سزاوار سزاوار آدم خوش به تیتان قرآن هم داخل رو بیان کرده که انسان ها فمن قتل فرامی کن فریه ها در رجل این ذکر، آن چیزی که میره از تقسیم ها باقی ها سپس و نزدیکترین مرد های شخصی مرده تقسیم کرده می شود. بنابراین محترم جماعت حقیقت شاید از این بند های مسجد ها در باره میراث سخن کردن شده باشد چندین سال ها. بنابراین موضوعی که از بین برده شده، علمی که همه نمیداند، اکثریت اونهایی که به علم داده شده هم نسبت داده میشوند، غیر علمی طهارت و غیر علمی نماز دیگه هیچی نمیداند. بنابراین این میراث تعلیم گرفتنش اگر یکان پس تعلیم نگیرد در داخل شهر هیچ کس ندامد همه گناهکار میشوند. بنابراین برای تعلیم گرفتن یا اینکه هیچ نباشد برای تعلیم دادن فرزندان خود بعد تعلیم دادن قرآن کریم ما باید شروع کنیم که یعنی تعلیم دادن مشورت و مصلحت و نصیحت کنیم که این علمی میراث یعنی مرتبه انسان بعد نبردارد و یکی از نشانه های قیامت چه خیلی گفتیم ندانستن مردم علمی میراث را میشود. بنابراین این چیزا را نیز باید با شما تعلیم گیریم. سبحان الله بحمدي أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.